دومین سخنران امروز دکتر مانوئل بربریان هستند. دکتر بربریان درجه دکترایشان را از دانشگاه کمبریج انگلستان کسب کردند. دکترایشان در زمینه لرزش شناسی زمین لرزه‌ها، گسل‌های لرزه‌زا و زمین ساخت برگه است. در سال 1352 نخستین دپارتمان پژوهش‌های زمین لرزه و لرزه زمین ساخت کشور را در ایران و آسیای باختری بنیاد نهادند. 48 ساله که در این زمینه فعالیت دارند. شناخت گسل‌های لرزه‌زا در علاوه بر پژوهش‌ها و آموزش لرزخیزی ایران زمین، کاهش کشتار انسانی و ویرانی سازه‌ها در این زمینه‌ها فعالیت دارند. 11 کتاب نوشتند، 300 مقاله به چاپ رسوندند. ایشان عضو آکادمی علوم نیویورک هستند و در حال حاضر بر روی دانشنامه و کاتالوگ بزرگ زمین لرزه‌ها و گسل‌های لرزه‌زای کشور از دوران باستان تا کنون کار می‌کنند. دکتر بریان، صفحه که پخش میشه این صفحه بزرگ هستش، این بعدیه. بزرگتر نمیتونم بکنم؟ نه، بزرگتر میتونم بکنم اینو؟ این صفحه یکی شما نمیتونم بزرگتر کنم؟ نه، نه مثل این صفحه نمیتونم. اوکی، یه بعد با ماوس میتونی رقم جمع. درود بر مهربانوان و مهربانان گرامی. میدونید که از گذشته های بسیار دور مهربان نگاه دارنده مهر بوده و البته الان مهربانان خودشون در زینه مهربانان هستند در بیشتر کشورهای پیشرفته. انگیزه این نشست بسیار فشرده درباره دایره اهریمنی زمین لرزه های کشور، ویرانی و کشتار سرسام‌آور اون از سیلاب نوروز امسال بوده و البته فشارهایی که آقای دکتر فروزان داشتن روی این کار که این جلسه حتما درباره این صحبت بشه. این سیل دیروز آمارش دیدیم، 74% گویا سطح استانهای کشور، پهنه استانهای کشور رو آسیب رسونده. شاید 24 تا 28 استان از 30 استان کشور رو خرابی ها و کشت و کشتار به وجود آورده. بلافاصله پس از سیل، من چون آمار مسائل رویدادهای ناگوار گیتیانه رو سالهاست گردآوری میکنم، رفتم روی بازه هنگامی 900 گاهنامه اروپایی تا کنون که حدود 1100 سال میشه. سیل‌های کشور رو نگاه کردم، سیل‌های ویرانگر، و در این بازه زمانی یه سنجشی داشتم با زمین‌لرزه‌های کشور. شمار سیلاب‌های ویرانگر کشور بسیار بسیار اندکن و ناچیز، و در این بازه 1100 ساله دیدم که ما به هیچ وجه سیلی به گستردگی سیل نوروز امسال نداشتیم، ولی خب زمین لرزه‌های بیشماری داشتیم. این سیل پس نخستین سیلی است با این گسترش، بنابراین باید یک فاکتوری، یک سازنده، یک مسئله، یک مشکلی این رو به وجود آورده باشه و تبدیل کرده باشه این رو به یک برونهشته، به یک آوتلایر که ما تا حالا نداشتیم. چیز دیگه که بسیار ساده همه میتونن در روزهای نخست پی بهش بردن این بود که این مشکل مشکلی است که زاده تصمیم‌گیری‌های دولته. و نکته سومی که میشه پی برد این بود که 80 تا 90 درصد مردم ایران پی بردن که چنین مشکلی ما در کارهای گردانندگی آشوب در کشور داریم، و یعنی بحران برانگیز بوده این مسائل و چه باید در این زمینه کرد.
کاری که من الان میکنم بسیار ساده تر از کاری است که گروه آقای دکتر فرهادی کار بزرگی کرده بودن دیروز، خیلی ساده تر از اونه و من کوشش میکنم به دو بازه زمانی 1900 تا 1979 و 1980 تا 2019 بپردازم. 79 سال در برابر 40 سال و ببینیم که ما در این بازه زمانی چه پیشرفتایی کردیم. یک نکته مهمی که ما همه مردم ایران باید بدونن این هست که رویدادهای ناگوار گیتیانه، یعنی رویدادهای طبیعی، بخش جدا ناپذیر از روند کاری فرگشت همیشگی گوی زمین بوده از میلیون ها سال پیش. این رویدادها یا سازندن یا زاینده. سازنده مثل زمین لرزه، برای اینکه به هنگام هر زمین لرزه‌ای کوه‌ها زاده میشن و اگر قبلا زاده شده بودن افزایش فرازا پیدا میکنن. آتش فشان هم همینطور سازنده است. و اما رویدادهای گیتیانه زاینده مثل رودخانه ها، مثل آب ها زاینده است، زندگی سازن. و سیلاب ها، اگر ما برنامه درستی داشتیم میتونستیم کلیه این سیلاب ها رو گردآوری کنیم و اینها رو به زمین باز بگردونیم و سفره های کماب شده ما رو زنده کنیم. این کار رو به خاطر اینکه ما برنامه نداشتیم نتونستیم انجام بدیم. در حال سیاه بختی رویداد گیتیانه‌ای که ما در کشورمون داریم و در بیشتر کشورهای جهان سومی و چهارمی و دهمی از آسیب پذیری، نداشتن توان بازگشت پذیری یا رزیلینس و نداشتن فرهنگ زمین لرزه. همطور که خواهیم دید ما فرهنگ زمین لرزه داشتیم ولی اون رو از دست دادیم در دو بازه زمانی بسیار کوتاه مدت و در فرجام ناکارآمدی دولت در گردانندگی این رویدادهای طبیعی در مدیریت بحران، مدیریت آشوب سازی. و اینو می‌بینیم که در سامانهای مردم سالاری در کشورهای جهان سوم تا دهم ما این اشکال داریم و هیچ کوششی در راه تغییر این وضع در جایی من نمی‌بینم. یک نکته مهمی که کلیه ما ایرانیان، مردمان عادی در ایران باید بدونن و بخوان این هست که خانه و کاشانه ما زیستگاه و جایگاه کانون گرم خانوادگی است، نه کشتارگاه و آرامگاه ایران شهریان به هنگام رویدادهای ناگوار گیتیانه. این رو باید خواست، این حق هر کسی است که بتونه در یک خانه پایدار زندگی کنه. این کار ساده‌ای که من کردم این است که در 119 سال گذشته 165,000 ایرانی در زمین لرزه های کشور کشته شدن. 165,000، این آمار رو در کمتر کشوری ما بینیم. جان یک نفر خیلی زیاده، شمار یک خیلی زیاده، چه برسه به 165,000 آدمی. میانگین 1,387 کشته در سال، در جایی که در همین بازه زمانی تنها 2,082 نفر در زمین لرزه‌های آمریکای شمالی از میان رفتن. سرزمینی که 5 برابر سرزمین ماست و گسله‌هایی که داریم مثل گسله سان آندرئاس در کالیفرنیا بسیار بسیار طولانی دراز هستند و در نتیجه توان زایش زمین لرزه‌های با بزرگی بسیار بالا، با مگنیتیود بسیار بالا دارن. این سنجش این دوتا، سنجش 165,000 و 2,002 اصلا نشون میده که ما در کجای زمانه ایستادیم. در این 119 سال 41 شهر ایران، صدها هزار روستا و زیرساخت‌های کشور و توان مالی کشور از میان رفت، نابود شده و باید برای این فکر هر چه زودتر همین امروز کاری کرد. در بازه هنگامی 79 سال نخست سده 20 1979 52,900 نفر در ایران کشته شدند، 664 کشته در سال. شوربختانه میانگین بالای سالانه کشته شدگان در 40 سال گذشته 323% افزایش داشته. این شمارها واقعا شمارهای سرسام آور، سرسام برانگیز هستند.
روند افزایش بسیار بسیار شدیدی با شیب بسیار شدید میره بالا و این در کشوری روی داده که در 50 سال پیش نشستند و نخستین آیین نامه پادلرزه‌ای سازه‌های پایدار در برابر رویداد زمین لرزه رو در این کشور به داد و آیین کردند ولی اجرا نشد. یکی از مشکلات ما این هست که مثل قانون مشروطه اساسی، قانون اساسی مشروطه ما در سال 1906 بر روی کاغذ موند و این کاغذ هم بعدم پاره کردن در 40 دهه پیش. مسائلی که خدمتتون گفتم توی این نمودار جهش شمار کشته شدگان زمین لرزه است که رسید به 165,000 نفر. نمودار میانی، خم میانی ازدیاد جمعیت و خم زیرین اکانومیک لاس، زیانهای پولی کشوره. و اگر ببینید میبینید که این خمها تقریبا موازی هم دیگه دارن شوت میکنن به سمت آسمون و این تغییر شیب یا نشیب این خم و چم همون حدود 1980 شروع میشه. یک موضوع دیگه که اون نمودار نشون میده که ما در این بازه زمانی 119 سال گذشته 19 زمین لرزه با بزرگی 7 تا 7.4 داشتیم. زمین لرزه بالاتر از 7.4 نداریم، مثل مثلا زمین لرزه سان فرانسیسکو 1906 7.9 بود و ما نداشتیم اون رو. یکی از در حال نکته های مثبته، یعنی یک زمین لرزه 7 تا 7.4 در 8 سال. 105 زمین لرزه با بزرگی 6 تا 6.9 داشتیم، بزرگی منظور مگنیتیوده، یعنی یک زمین لرزه 6.6.9 در هر سال. و در فرجام بیش از 200 زمین لرزه داشتیم با بزرگی 5 تا 5.9، یعنی یک زمین لرزه 5.9 ببخشید در هر 6 ماه. نتیجه در هر 6 سال ما یک زمین لرزه 7.7.4 داریم. بسیار چیز وحشتناکیه، شاهدش بودم خودم. 6 زمین لرزه 6 تا 6.9 داشتیم که این هم زمین لرزه ویرانگری است و 12 زمین لرزه 5 تا 5.9. و بدین صورت ما ببینیم که در یک بازه بسیار بسیار کوتاه زمانی 6 ساله ما 19 زمین لرزه ویرانگر در ایران خواهیم داشتیم در 119 سال گذشته و البته میانگین 19 و بعدا هم خواهیم داشت. برای این کار ما چه کردیم و کجای این هنگام، کجای این زمانه ایستادیم؟ اگر این آمار رو در هیتی یا ببخشید من یه ذره آب بردارم، ولی مثل هیتی یا افغانستان داشته باشیم یا ترکمنستان و دیگه، ولی این آمار در کشوری است که درآمدهای مالی و ریالی نفت، فقط نفت، و می‌بینید که ما 6 میلیون بشکه که در پیش از سال 79 داشتیم و بعد شد به 3 میلیون و 4 میلیون. کشور ثروتمندیه و با این ثروت ما میتونستیم سازه هامون رو پایدار بر پایه ی آیین‌نامه پایدار بسازیم. نمودار دست راست جایگاه شهر تهران پایتخت 14 میلیون نفری کشور هست که اگر زمین لرزه که روی خواهد داد روی بده، ما بالای 700,000 کشته تا 1-2 میلیون کشته رو خواهیم داشت و این هر آن ممکنه اتفاق بیفته و برنامه ما در این زمینه نداریم. چون من یه سنجشی کردم بین کشتار در ایران و کشتار در آمریکای شمالی، ما می‌بینیم که در زمین لرزه‌های آمریکای شمالی
بیشترین کشتار در زمین لرزه 7.9 که یک زمین لرزه بسیار دهشتناکیه. 2000 نفر همش کشته شده، از این 2000 حدود 1700 نفر در آتش سوزی زمین لرزه از میان رفتن و 700 نفر فقط در به خاطر ریختن آوار. و اگر این نمودار نگاه کنید بسیار باشی بسیار تندی، شمار کشته شدگان در کشور پیشرفته مثل آمریکا اومده پایین. در سال 2003 در زمانی که زمین لرزه بم، شهر بم رو ویران کرد، حدود 40,000 نفر کشته ما داشتیم و اگر کمک های کشورهای دیگه نبودن نمیتونستیم کاری بکنیم، ولی تا این لحظه هنوز بازسازی ها تموم نشده. بعد از این همه سال، دو روز پس از اون زمین لرزه با مگنیتود 6.6 0.1% بالاتر داشتیم در آمریکا و اون دو کشته داشت. ما 40,000 کشته داشتیم و اونها دو کشته. ما آیا کاری میکنیم که آیا میتونیم کاری بکنیم که برسیم به گرد راه کشورهای پیشرفته مثل آمریکا در این زمینه؟ یک نکته دیگه اینجا خواستم خدمتتون نشون بدم، سلاید پایین دست چپ نشون میده که این زمین لرزه 7.9 که در ایران نداشتیم تا حالا، یک حجم بسیار سنگینی مثل قطار رو واژگون کرده و زمین رو پاره کرد. زمین که این فنسیم حصار جابجا در راستای گسله جابجا شده، ماکسیمم جا بیشتر بیشینه جابجایی حدود 9 متر بوده و اینجا البته کمتره. و نکته دیگه که ما در 1906 در سالی که ما قانون مشروطیت رو گذراندیم رو کاغذ، میبینیم که با اینکه این زمین لرزه بسیار بسیار ویرانگره، یک سری از سازه های بزرگ هنوز پابرجان، سقف نیفتاده روی کسی رو نکشته و این فرهنگ رو ما نداشتیم، نه در اون زمان داشتیم نه در الان، باعث تأسفه. نقشه ایران هست در دست چپ، نگاره ماهواره‌ای ایران، و در دست راست زمین لرزه‌های سده 20 که چند هزار زمین لرزه‌اند، بیش از 4000 تا. می‌بینید پوسته شکسته است و هر کدوم از اون نقطه‌ها در نمودار در نگاره دست راست زمین لرزه هستند و نمودار نشان دهنده اینه که این گسله ها، ما بیش از چند هزار گسل در کشور داریم و بنابراین سرزمین ما سرزمین لرزخیزیه و باید یاد بگیریم چطور در کنار این نیروی در این رویداد گیتیانه ما بتونیم با مسالمت به شکل مسالمت آمیز و با دوستی با اون زندگی کنیم. من ناچارم از دو بازه خدمتون گفتم که ما یک فرهنگ زمین لرزه داشتیم. اگر برگردیم به حدود 1200 پیش از زایش مسیح، 3200 سال پیش در زمان زرتشت، ما میبینیم که در اون زمان از نوشتارهای باقی مانده اوستایی و پس از اون پهلوی، ما یک فرهنگ زمین لرزه داشتیم و یک انگاره‌ای برای زمین لرزه در کشور داشتیم و آن این بود که البته این فرهنگ بومی بوده، بعد زردشت که زاده شده بود این فرهنگ در اونجا موجود بوده. در این دو نوشته کهن و بعد نوشته‌های جدیدتر مثل بوندهشن و دینکارت، ما می‌بینیم که ما یک دیوی داشتیم به نام چشمک دیو دیو باد بوده و این خانه پوروشسب، پدر آموزگار بزرگ زرتشت، رو در ری رقه یا رگا ویران میکنه و ممکنه نشون دهنده یک زمین لرزه بزرگ در 1200 سال پیش در ری باشه. بنابراین اینا آشنا بودن با این داستان. البته من یک نکته خیلی کوچیکی رو اضافه میکنم که دیو از دیوه سانسکریت میاد و همریشه است با دیواین انگلیسی به معنای خدایی. هنوز هم دیواین ما داریم به معنای خدایی و دیو در زمان زرتشت خدا بوده، خدایان گوناگون داشتیم.
داشتیم. کاری که زرتشت میکنه این که یک سری از خدایان رو یا دیوهای رو که مخرب بودن و خرابی و ویرانی بار می آوردن و کاری مهمی انجام می دادن کنار گذاشت، ولی با چند تا دیو نتونست کاری بکنه زرتشت. و اون یکی اردویسو رانهیتا بوده که نگهبان آبها و فرشته و الهه آب بود، و دیگه میترا یا میترا که روشنایی پیش از بالا آمدن خورشیده، نه خود خورشید. و چون اینا سازنده بودن و زاینده، که همون دو واژه‌ای که من به کار بردم برای نیروهای ویرانگر گیتیانیم، چون سازنده و زاینده بودن این دو خدا یا دو دیو، زرتشت این دوتا رو نگه داشت و بقیه خدایان که کار زایندگی و سازندگی نداشتن رو میگه اینا اهریمنی هستن. و از اون نقطه به بعدی که ما دیو رو با اهریمن یکسان میدیم، در صورتی که در انگلیسی هنوز دیوین، دیوین خداییه. نقطه دومی که ما میدونستیم در اون دوره، در دوره پیش از زرتشت و زرتشت، اینه که ما چهار تا آخشیش بیشتر نداشتیم، چهار تا عنصر بیشتر نداشتیم: آب، خاک، هوا و آتش. و از این چهار آخشیج سپندینه ایرانیان دریافته بودند که هوای در جنبش داره کارمایه است، داره انرژی است، و این اگر از شکاف های درون زمین گذر بکنه و اگر مانعی سدی برخورد بکنه، اون سد رو میشکنه و اون شکستن سبب رویداد زمین لرزه میشه. این یک انگاره 3200 ساله است که ما داشتیم، یک شناختی است که مردم با طبیعت نزدیک بودن و میتونستن بفهمن که چیزی روی میده. و یک چیز خیلی 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 مهم از دیدگاه من که خیلی علاقمندم به این چیز: بعد از یورش تازیان ما یک سه صده خاموشی داشتیم هر جمعه در کشور، و بعد یک داستان خیلی، یک مسئله خیلی عجیبی پیش میاد، و اون میاندوره زرین پیشروان راستین رستاقیز ایرانی بوده. و در همون دوره است که اون ستارگانی مثل بیرونی و پورسینا و فردوسی و دیگران ما داشتیم. بیرونی و نکته جالب از این مسئله که این دوره این رستاخیز ایرانی، این رستاخیز بزرگ فرهنگ ایران، در زمان اتفاق افتاد که ما سلسله های طاهریان و صفاریان و سامانیان و زیاریان و آلوگویه را داشتیم که همین چهار پنج سلسله در دو سده سرافراز بودن از اینکه فرزندان راستین پارتیان و ساسانیان بودن. ما چنین چیزی نداشتیم، چنین آوتلایری نداشتیم، و اینا تونستند محیط فراهم کنن که ستارگان بزرگ ما زاده بشن. بیرونی در 1100 ایشون گفتن که زمین لرزه ها در رابطه، در پیوند با شکستن پوسته زمینن، یعنی گسلش یا فالتینگ رو داره نشون میده. اگر پوسته نشکنه زمین لرزه رو نمیده. یک دیده است که پس از 1906 سان فرانسیس، زمین لرزه سان فرانسیسکو ما بهش رسیدیم، ولی بیرونی در 1000 سال پیش به این نکته رسیده بود، در اون برهه، در اون بازه بسیار کوتاه 200 ساله. پورسینا می نویسه که پستی بلندی زمین در اثر رویداد زمین لرزه است، و ما میدونیم که در سده 20 به این نتیجه رسیدیم که زمین لرزه زاینده است و میتونه کوه بسازه. البته خیلی زیادن این بزرگان، من این کوتاه میکنم چون فرصت کمه. در این بازه 200 ساله ما فرهنگ زمین لرزه داشتیم، انگاره داشتیم، که انگاره که 1000 سال بعد در سان فرانسیسکو، زمین لرزه سان فرانسیسکو تازه ما بهش پی میبریم، در حالی که بیرونی و پورسینا و بهمنیار مرزبان و دیگران و بیرونی بهش رسیده بودند، ولی خواننده ای نداشتند که این رو بخونه و بفهمه. اتفاق دیگه ای که میفته اینه که بعد از اینکه
ترکان آسیای میانه سلجوقی به ایران یورش میکنند، فردی به نام محمد غزالی پیدا میشه و میگه که این ایرانی بازی ها و ایرانیگری ها و این قرطی بازی ها باید ما جلوشو بگیریم و برگردیم به اون سده 7 و 8 و 9، و این باعث میشه که یک ایستی در خردگرایی در ایران پیش بیاد. چون فرصت کمه من رد میشم، یک نگرشی میکنیم به زمین لرزهای کشور. تنها چیزی که بیاد ما میاره فوری این هست که گویا ما داریم نگاره های هیروشیما و ناکازاکی رو پس جنگ جهانی دوم نگاه میکنیم، چون همه چی ویران شده. زمین لرزه تبس گلشن، ببخشید، تنفس گرشن، باز با ویرانی گسترده، زمین لرزه رودبار که 4 شهر رو ویران کرد و صدها روستا. و اگر نگاه کنید می‌بینید که در این ستون‌هایی که سازه‌ای که در بخش راست افتاده و نگاره پایینی، اینها یادآور آینده تهران خواهد بود. سازه بتون آرمنی و به نظر میرسه پایدار باید باشن، ولی به هیچ وجه نتونستن پایدار بشن. میبخشید من تونتون اینها رو میگذرم. زمین لرزه 1997 زیرکوه قاینات، زمین لرزه رو اگر نگاه کنید در نگاره دست چپ میبینید که سازه های بتون آرمنی و فولادی و تیراهنی همه فرو ریختن. علت این که این سازه ها از مثل سازه های پشتیگلی دست راست نیستن این هست که دولت، چون چند سال پیش از این زمین لرزه 1990 زمین لرزه دیگه ای روی داده بود، تصمیم گرفت که آیین‌نامه رو به کار ببره و سازه های پایدار بسازه، ولی به خاطر فساد مالی و اخلاقی سازه ها ساخته نشدن. ما میبینیم به تون آرمه ریخته، پس بنابراین آیین‌نامه به کار نرفته. میرسیم به رویداد بسیار غم‌انگیز 2003 در بم، تمام شهر ویران میشه و این در حالی است که 34 سال از داد شدن آیین‌نامه پادلرزه‌ای سازه‌های پایدار در زمین لرزه ها میگذره. آخرین زمین لرزه‌ای که ما داشتیم زمین لرزه بزرگ 2017 بود. اگر این سازه ها رو نگاه کنین، آپارتمان های خراب شدن، ولی سازه هایی که در پشت هستن سازه هایی هستن که کهنه قبلا ساخته شده بودن. آپارتمان های جلو آپارتمان مهره که دولت خودش اون رو چیز کرده، طراحی کرده و اجرا کرده، و این آپارتمان های علتی که نریختن ستون بهش بر قابل سکونت نیست، چون ستون ها همه ترک برداشته. علتی که نریختن این که این یکی از زمین لرزهای بسیار نادر کشوری که در ژرفای 19 کیلومتری روی داده و این نیروی الاستیکی، نیروی کشتانی که بخواد این فاصله رو طی کنه از میزان کارمایش کم میشه. اکثر زمین لرزه ایران 80 کیلومتری هستن که آسیب بیشتری دارن. مسئول مستقیم این کار آقای وحید حقانیان بودن. ایشون از بزرگان پاسدار بودن و بعد هم رفتن دفتر خامنه‌ای و ایشون مسئول این کار بودن و کسی از ایشون نپرسید که چرا ما به اینجا رسیدیم. در این نمودار ما میبینیم که در یک بازه زمانی 900 ساله 974 ساله 6 زمین لرزه بالای 7 داشتیم در تهران، و اگر نگاه کنید می‌بینید که تهران، این خطایی که می‌بینید در شمال جنوب خاور و حتی شهر تهران، گسل‌های لرزه‌زای بیشماری هستند که اینا هر آن میتونن تهران رو ویران کنن. پس این زمین لرزه‌ای که ما داشتیم در 1830 بوده و تهران در یک خطر خیلی بزرگیه. با 3 تن از دوستان و همکاران در 1985 یک گزارشی در کتابی 200 برگه‌ای نوشتیم که برای نخستین بار تهران رو زونبندی کردیم و گفتیم به شهرداری ها و دولت، گفتیم که در پهنه یا در حریم گسلای کشور، اون خطای باریک گلی رنگ شمال تهران، از پروانه دادن هر نوع سازوکاری خودداری کنن. این کار رو در 1972 در آمریکا کردن. در آمریکا شما به هیچ وجه نمیتونید پروانه طراحی و ساخت و ساز سازه ای رو در روی خط گسله بگیرید. فقط میخواستم نشون بدم که
در تهران سازه‌های کلینیکی در روی خط گستره تهران هستن، شکستگی خیلی بزرگ. و یک سازه دیگه در دست چپ ببینین که روی گسل ساخته شده. من از اینها میگذرم، فقط یک دو سه نکته رو میگم که در 10 سال گذشته ما کجا بودیم. در سال 2010 ما تفاهم سازمان مدیریت بحران کشور یک تفاهم نامی امضا میکنه با حوزه های علمی قم و مشهد و اصفهان و شیراز برای به کارگیری نقش معنویت در کاهش بلایای طبیعی. و نمیدونم این پول های کلان کجا رفته و چه راهکاری اونا پیدا کردن. اگر برگردیم میبینیم که در نگاره دست چپ نگاره قبلیه، نگاره پیشینه 2010، نوشته دست راست مربوط زمان امام نهم بوده که نامی از اهواز بهشون فرستاده میشه که میگن آقا ما زمین شدیداً میلرزه و ما میخواییم پوچ کنیم، اجازه فرمایید که ما از اینجا خارج بشیم. ایشون میگن نه، در همونجا بمونید، چهارشنبه پنجشنبه جمعه رو روزه بگیرین، روزه آدینه همون کنین، غسل کنین، لباس پاکیزه بپوشین، برین نماز بگذارین توی مسجد جامع. و نویسنده می نویسه که بعد از اون زمین آرام به خود گرفت و خاموش شد. ولی 10 سال بعد یک زمین لرزه میاد در سال 840 گاهنامه اروپایی، تمام اهواز رو ویران میکنه. از این گفتارها بسیار زیاده. من به فرجام، به پایانی اون، به آخرین اشاره میکنم، اینی که آخوند قرائتی در گرد همایی که داشتن در شیراز عنوان میکنن که برای اینکه در جامعه شاهد سیل و زلزله و ملخ نباشیم باید زکات بیشتر پرداخت بشه. این مسئله ای که گروه های یا دانشمندان و اندیشمندان برون از کشور باید قطعنامه های، آگهی های، نوشته هایی بفرستن به رسانه های گروهی مختلف. وظیفه ماست که به مردم بفهمونیم که شما میخواید زکات بدید، اشکال نداره بدید، ولی زکات ملخ و سیل و زمین لرزه رو نمیتونه جلوگیری کنه. برای زمین لرزه ما آیین‌نامه داریم، آیین‌نامه رو باید فقط اجرا کنیم. یک اشکالی که در کشور ما وجود داره اینه که 5 تا سازمان با 4-5 وزارتخونه مختلف کار نگارش و جایگاه و انتشار زمین لرزه کشور به عهده دارن. کارهای اینا مشابه هست و این 5 سازمان رو باید دولت در هم بگنجونه و یک سازمان بشه مثل آمریکا و این سازمان مسئولیت لرزخیزی کشور و کارهای مربوط به اون رو بپوشه. البته دانشگاه میتونن کارهای پژوهشی رو خودشون ادامه بدن، ولی این 5 سازمان واقعا تلف شدن ثروتهای ملی کشوره. چون فرصت کجاست، من خیلی زود میخوام تند از روی اینا رد شدم. اگه آقای دکتر فرزان اجازه بدن، اشکالاتی که من میبینم این است که همه ما میبینیم، فقط من نیستم. من میگم به علتی اینکه 48 سال زمین لرزه‌های 90% زمین لرزه‌های کشور رو بررسی کردم، کار کردم و گزارشش رو منتشر کردم در اروپا، آمریکا و ایران، این هست که ما فرهنگ زمین لرزه نداریم. باید این فرهنگ رو بگیریم. حالا از کجا؟ از آمریکا بگیریم. حالا آمریکا اگه دشمن ماست، ولی این فرهنگ رو ما ازش میتونیم بگیریم. مربوط از نظر از دیدگاه من، فرهنگ زمین لرزه پیشبینی، پیشگیری، آماده سازی، گردانندگی، آشفتگی یا مدیریت بحران و غیره و ایناست. ما فرهنگ بازتوانی رو نداریم، رزیلینس نیستیم ما. این رو باید به مردم آموخت، خود دولت باید خودش هم آموزش ببینه. روشنی در کارهای دولت و پاسخگو نبودن به این همه کشت و کشتار نیروهای گیتیانه رو ما در جایی نمیبینیم. یک اشکال دیگه در کار موجود داره که گهگاهی اشاره شد بهش، آقای دکترم روز نخست گفتن، دکتر کنگرلو، و اون اینه که باورهای زیانباری که ما داریم و اینکه به نیروهای فراگیتیانه و خرافات معتقدیم و کوشش نمی کنیم که این مسئله رو مثل کشورهای پیشرفته مثل آمریکا حل کنیم و کار بسیار ساده است، فقط باید آیین‌نامه رو اجرا کنیم. من میگذارم ناشایستگی به فساد مالی اخلاقی، دولت ها باید پاسخگو باشن، پاسخگوی ندارم کاری های خودشون که هرگز نبودن. نکته بعدی اینکه ما راهکارهای پایدارسازی دانشی داریم
و متخصصان در کشور درون از کشور و برون از کشور به ویژه در کالیفرنیا زیاد هستند در این زمینه که بتونن کمک بکنن به مردم و به کشور. و فرجام این گفته من اینه که راه یکیست. زرتشت در 2200 سال پیش گفت راه یکیست در سروده های در گاسه ها. و من فقط اضافه میکنم که راهکارم یکیست، استفاده کنن از نیروهای درون کشوری، استفاده کنن از پیشنهادهای کارشناسان و بتونن از روند از گسترش و سرعت گرفتن زیاد این دایره اهریمنی جلوگیری بکنن. میبخشید که شمار نگارها زیاد بود و من مجبور شدم که خیلی تند صحبت کنم. سپاسگزارم دکتر بربریان، خیلی از وقتتون ممنون. فکر میکنم سوال نکنیم بهتره چون وحشتناکه. نه اشتر فرمید سوال بکنیم شما که اگر پرسشی هست ولی واقعا بفرمید. با سپاس جناب دکتر برای پرزنتیشنتون. شما به زلزله تهران اشاره کردین، پرسش من این هست که تا چقدر قبل از وقوع زلزله میشه این رو پیشبینی کرد و چه راهکاری وجود داره که بتونیم سریعاً به مردم اطلاع بدیم که کشتار کمتر بشه؟ سوال خوبی است. پیشبینی در کشورهای پیشرفته باختری یا باختران در بازه بسیار کوتاهی است، چند ثانیه است، شاید بیشیده 10 تا 15 ثانیه. و اون این چیز رو داره که ما دستگاه های پیشنگر رو داشته باشیم و کارشناسان مربوطه رو داشته باشیم که متاسفانه در کشور اون دستگاه های پیشرفته در جاهایی که باید ثبت بشه نداریم. و اگر قبول کنیم مثل مثلا زمین لرزه شیلی که تونست 15 ثانیه پیش مردم خبردار بشن و برن بریزن به خیابون، این فاصله بسیار کوتاهی، این بازه 15 ثانیه بسیار کوتاه است. در زمین لرزه‌ای که چند سال پیش در جنوب کرج روی داد، شهر تهران فلج شد. مردم خیابون‌ها باز بودن ولی مردم ریختن بیرون برای ترس از زمین لرزه تهران. بنابراین ما نمیتونیم روی این نوع پیشنگرها، میتونن دانشگاه ها کار کنن ولی نمیتونیم روی این حساب بکنیم. 15 ثانیه 8 میلیون جمعیت 14 میلیون جمعیت کاری نمیتونن بکنن. شهردار غافلگیر، مردم غافلگیر، راه ها همه آوارها ریخته. بنابراین تنها کاری هم که میگم راه یکیست و راهکار یکیست، این که ما این آیین‌نامه رو اجرا کنیم و دولت مردمی باشه که مردم سالاری باشه که روشن باشه کارهاش و بپردازه به این کار ساده اجرای درست آیین‌نامه و پروانه ساخت به سازه ها رو با این فسادی که هست جلوی اونا رو بگیره. کار خیلی ساده است، آمریکا کرده، کشورهای دیگه دارن میکنن، اونا رسیدن به 2 کشته، ما هنوز اندر خم 40,000 کشته در یک زمین لرزه هستیم. درود بر شما، خیلی مشکر، خیلی واقعا اطلاعات خیلی خوبی بود. من سوالی که داشتم این بود که reactivity versus proactivity. ما همیشه reactive بودیم، بیشتر دنیا همینطوری هستن که reactive هستن، ولی proactivity خیلی مهمه. توی همینطور که شما فرمودین الان proactivity که ما توی ایران داریم، یا نماز وحشت بخونیم یا همین خمس و زکات بدیم. سوال من از شما اینه که از لحاظ مپ کردن استرس، یا اینکه چقدر استرس روی این فالت گسلا هست، آیا تا حالا کاری انجام شده که نشون بده که کجا مثل فالت های توی نزدیک تهران یا روی تهران چقدر اوور استرس هستن و بتونیم پرایورتایز کنیم که این استرس ها کجای ایران هستن که بتونیم رو اونجا فوکس کنیم؟ اول 30-40 سال پیش یکی از همکارانم، یکی از دوستایی که این نشست باعث شد که بعد از 23 سال دیداری تازه کنیم، آقای دکتر مهاجر، ایشون دانشجو بودن و شروع کردن که به این مسئله بپردازن که استرس میتر یا تنش سنج هایی رو به کار ببرن و یه گروه انگلیسی دیگه هم اومدن این کار رو خواستن شروع کنن، ولی خب به جایی نرسید. ما در حال حاضر میدونیم چه زمین لرزه‌ای در 1100 سال پیش تا کنون روی داده، در
در این بازه زمانی بسیار بسیار بلند. میدونیم که دوره کار شده روی دوره بازگشت recurrence period زمین لرزه ها روی برخی از گسل ها، نه تمام، هزاران گسل ما داریم. دوره بازگشت زمین لرزه ها هم یک ایده ای داریم، یعنی ممکنه یک زمین لرزه در روی این گسل در هر 600 سال یک بار روی بده، این بینش هم داریم. محل رویداد زمین لرزه هم میدونیم کجاست ولی زمانش نداریم. و بنابراین کاری که شما الان میگید که تنش سنجی بذاریم و میزان تنش و بالا بودن اون رو و اینکه کی زمین لرزه دیگه روی میده، این کار هنوز ما در دوران نوزادی هستیم. یه بله در کالیفرنیا این کار رو میکنن سال هاست. میگم حدود 40 سال پیش، 30 خورده سال پیش این کار در ایران آغاز داشت میشد ولی پی گرفته نشد. یکی دو نفر گفتم، آقای دکتر مهاجر از دوستان من، ایشون کار رو، این ایده رو داشتن که این کار رو بکنن. یکی دو نفر از ایمپیر کالج اومدن، یک نفر از کمبریج اومد، ولی بعد پی گرفته نشد. من ارسلان مهاجر هستم، خوشحالی که دوست 50 سالمو دوباره امروز پیدا کردیم اینجا دیدیم و با ایشون هم عقیده هستم که زلزله نمی کشه. ساختمون هایی که مناسب نیستن، دیزاین نشدن، اونها هم چه کشتار به وجود میارن. چون من در این طی 50 سال شاهد این بودم که تکنولوژی وجود داره، علم وجود داره و آیین‌نامه ها وجود داره. حتی در ایران من یکی از مسئولیت هام ساخت یا دیزاین نیروگاه های اتمی مقاوم در برابر زلزله بوده و اینو شاهد بودم که ما اونقدر پیشرفت داشتیم که بتونیم یه نیروگاه اتمی رو که خیلی حساسه و اش رو خللی نباید وارد بشه بتونیم دیزاین کنیم، چه برسه به خونه‌های معمولی. حالا دلیلش این که در این 40 سال گذشته این کار انجام نشده برای اینکه دولت اولویت‌های دیگه‌ای داشته. ولی ما منابع مالی و منابع علمیمون اینقدر خارج از ایران زیاده که اگر فرصتی باشه و ما شروع کردیم با یه وبسایتی که آموزش بدیم به مردم که خودشون مسئول حفظ جون خودشون باشن. یعنی اگر کسی که میخواد خونه بسازه به جای اینکه از زیرش در شورتکات بزنه برای صرفه‌جویی خونه رو مطابق آیین‌نامه دیزاین نکنه یا اگر بخوام بسازه شهرداری ها نظارت نداشته باشه ولی مردم خودشون مصر باشن که خونه هاشون مقاوم باشه در برابر زلزله، به خودی خود این مشکل حل خواهد شد. چون شما نمیتونید توقع داشته باشین که دولت واقعا بتونه اینا رو کنترل کنه چون فساد بین مامورین و اینا زیاده. حالا به هر حال خواهش من این است که با توجه به علم موجود و تجربه موجود همه دست به دست هم بدیم از طریق ققنوس و یا انفرادی این فرهنگ زلزله و ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله رو ما اشاره بدیم. این میتونه یه هدف گذاری بجا و بالقوه باشه. خیلی ممنون. ارجمند عزیز، من همونطوری که گفتم اون بازه 200 ساله رستاخیز ملی کشور در سده 10 و 11 در سنجش با بازه 2000 ساله یک آتلایر بسیار بسیار کوتاهی بوده. من میپذیرم که در دهه 70 گاهنامه اروپایی 1970 کارهای بسیار بسیار پیشرفته‌ای شد، کارهای بسیار بزرگی شد در کارهای ریسک زمین لرزه. مثال خیلی خوبش هم همین نیروگاه هسته‌ای بوشهر بوده که در 1973 من تنها ایرانی بودم که با اینکه جوجه بودم در کار خودم با سابقه خیلی پایین، در 1973 داپلینی اینترنشنال که کارهای مربوط به زمین لرزه رو انجام میداد و محاسبه ریسک رو کارشناس ایرانی اونها بودم. البته آقای دکتر ارسلان و دکتر نوروزی که من الان نمیدونم در چه حالی هستن، اونها در سازمان انرژی اتمی بودن. در حال بازه بسیار کوتاه بوده، 9 سال. چون در دهه 60 و 50 میلادی ما بینش و دانشی از زمین لرزه‌های کشور، لرزخیزی کشور، گسل‌های لرزه‌زا ما نداشتیم. این یک نکته. و سالهای درخشانی بود که اون رو از دست دادیم.
در مورد زمین لرزه که زمین لرزه آدم نمیکشه و سازه آدم رو میکشه، من تا بخشی از اون رو ممکنه با شما موافق باشم، ولی از دیدگاه تجربه من بعد از این که مثلا 40 روز، نه مثلا دقیقاً 40 روز من در کوه‌ها و روستاهای طبس گلشن بودم در زمین لرزه 1978 و تمامی روستاها رو دیدم، درد رنج اونها رو من در این 48 سال واقعاً لمس کردم و خودم آزرده بودم از اون، و سعی کوشش من در اینه که بتونم جان یک گرینارین نجات بدم که نتونستم. شروع بختانیم در مورد اینکه زمین لرزه آدم میکشه و نه سازه، این گفتار آره در همه نوشته ها میاد، ولی من یک چیزی به این اضافه میکنم. از دیدگاه من با دیدی که داشتم در این عمری که در این کار روی زمین گذروندم و نوشتن گزارشاش، این است که نه زمین لرزه و نه سازه هیچ کدام از اینا کشنده نیستن. داشتن سامانه نامردم سالاری است که آدم رو میکشه. ما همونطوری که گفتم رویداد گیتیانه مثل زمین لرزه سازنده است. و نکته سوم رو من فراموش کردم بنویسم. حالا پاسخ دادم به پرسش شما قربان یا نه؟ بله، حالا من یه درخواستی دارم، یه پیشنهادی. شما چندین بار ما با هم صحبت کردیم در زمینه تجربیاتتون، چه بسا ققنوس بتونه یک دستورالعملی رو که متخصصین یعنی شما و دیگر دوستان در اربن پلنینگ، شاخه اربن پلنینگ بنویسید و صاحبان ملک در تهران، در شهرستان‌ها، در شهرها بتونن برن یک اینسپکشن از زندگیشون بکنن، از اون مکانی که در زندگی میکنن، الفبای اینسپکشن کاری که باید در عمل معمار میکرد خود صاحب ملک بره این کار رو بکنه و اگر مشکلی ببینه بتونه حداقل پریمپتیولی کاری در راجبش انجام بده. من امیدم همطور که خدمتتون گفتم، من برنامه نداشتم برای این نشست، فشارای ایشون بود و سیل نوروز امسال که منو یاد این بی برنامگی زمین لرزه انداخت و فرصتی هم پیدا نمی کردم که ارسلان رو در اینجا ببینم. در حال من امیدم این هست که گروه های مثل ققنوس بتونن این کار بکنن، بتونن مردم رو آگاه بکنن. علتی که من نگاره این با زکات دادن رو نشون دادم که با زکات میشه این جلو اینا رو گرفت و امسال هم تا سده نهم گاهنامه اروپایی این بود که من به مردم نشون بدم که چه کارهایی درسته و چه کارهایی درست نیست و این کار رو باید حتما گروه های مثل ققنوس انجام بدن و بتونن مردم رو آگاه کنن. من نمیدونم که من ایرانی ساده نمیدونم که خونه من در مسیل در حریم یا پهنه سیلابیه، نمیدونم که خونه‌ای که من درش زندگی میکنم و زن و بچه من اونجا هستن پایدار هست در مقابل در برابر رویداد زمین لرزه، برای اینکه من نه بینش از معماری دارم، نه مهندسی سازه و نه زمین لرزه. من هیچ آگاهی ندارم به عنوان یک ایرانی. و این گروه های برون مرزی، من وقتی که اون چیز رو نشون دادم، سلاید رو نشون دادم، خدمتتون گفتم که هیچ یک از گروه های خارجی برون مرزی بعد از گفتار آخوند قرائتی گرد هم نیومدن و یک اعلامیه، یک نوشته، یک بیانیه بنویسن بدن به رسانه های گروهی و بگن که اشکال نداره شما زکات میدید، بدید، ما کاری با اون نداریم، ولی زکات نمیتونه جلو زمین لرزه رو بگیره. اینا آگاهی هست و همچنین پیشنهاد شما. تنها امید و علت پرسش من دیروز با کار بزرگی که گروه آقای دکتر فرهادی کردن این بوده که مردم ما در جایی که دولت و بهشون کمکی نمیتونه بکنه و نمیکنه، برنامه‌ای نداره برای این بحران‌ها، برای این آشوب‌های گیتیانه، ما باید راهکارهای خودمون رو در همون سطح خیلی پایین روستاها چگونه به گوش چشم و اندیشه اونها برسونیم و اونها رو روشن بکنیم که اونها از دولت بخوان که به حقشونی که خانه و کاشانه ما آرامگاه ما نیست، اونجا زیستگاه ماست، اونجا جاییست که ما کانون گرم خانوادگی داریم، جاییست که نسل آینده کشور رو بزرگ میکنیم.
این کارها تنها امید من و علت من این هست که اینجور در خدمتون هستم، این که شاید انجام بشه، نمیدونم امکانش هست یا نه، من نمیدونم. آقای دکتر کنگل شاید بهتر بتونم. حتما فعالیتش میشه، ولی کاریست که باید بشه. با عزتون سرکار خانم یه سوال داشتن، سوال آخر یه مقداری هم پیشنهاد میکنم این 20 دقیقه رو که برای صرف قهوه گذاشتیم، این رو ما هر کسی میل داره بره بیرون قهوهشو بگیره بیاد اگه اصرار بر این هست، و ما ادامه بدیم برنامه رو که وقت شناسی هم. لیلی آلرزا، may I ask you in English please, if I can comprehend, of course. Thank you for the presentation. I wanted to ask, do you happen to know what building or specifically seismic codes are in place right now in Iran? Are they modeled after the uniform building code that is being implemented in US or Japanese codes or French and European codes? May I respond in Persian that yes, everybody please. Else will? Of course. Thank you. پرسش بسیار جالبی است و خوبه. ما در 1969 پس از زمین لرزه، این بزرگترین درسی که در اون بازه زمانی 79 سال نخست صده 20، بزرگترین درسی که بزرگترین کاری که ایران انجام داد، اندیشمندان قانونگذار ایران انجام دادن، به داد آیین رسوندن آیین‌نامه پادلرزه‌ای سازه‌های پایدار در برابر رویداد زمین لرزه بود. این آیین‌نامه به خاطر فساد مالی و اخلاقی اجرا نشد. من میتونم رشوه بدم و خونه رو با کات کورنر کردن مخارج خونه رو در پهنه گسل با کیفیت بسیار بسیار نامرغوب بسازم. این آیین‌نامه برگرفته است از آیین‌نامه آمریکایی، به ویژه کالیفرنیا. اون رو خوروندند به خونه‌های سنتی و خونه‌هایی که در ایران ساخته میشه، و این آیین‌نامه چندین بار تصحیح شده، اضافه کردن بهش، بروز شده. و یکی از کارهایی که کردیم در دهه 80 این بود که من برای نخستین بار پیشنهاد کردم که پهنه گسله ها رو اضافه کنن که کسی اونجا سازه نسازه، ولی شوربختانه ما مثال خدمتتون زدم که 1906 ما قانون اساسی مشروطه رو داشتیم رو کاغذ. این آیین‌نامه 50 ساله امام رو کاغذه. اگر اون کاری کردین هم کاری میکنه. این از مشکلات بزرگ کشور ماست. کشور ثروتمنده، کارشناسان بسیار خوبی در درون کشور داریم، کارشناسان بسیار خوبی برون از کشور داریم، به ویژه در آمریکا و کالیفرنیا. ولی کارشناسای ما با هم خوب نیستن، مثل اینکه ما در کشتی خوب هستیم ولی در فوتبال خوب نیستیم. این اشکالات فرهنگی است که ما داریم جلوی پیشرفت ما رو میگیره. همین اشکالات فرهنگی است که همه ما فاسد شدیم. من مهندس که نمیتونم مخارج زندگی رو تهیه کنم، باید چند تا کار بکنم، چند جا کار بکنم، مجبور هستم که از شما رشوه بگیرم، چشمان ببندم و بگم که شما آیین‌نامه رو اجرا کردید. در حال مدل آمریکایی است، خوروندن به سازه‌های سنتی کشور و آگاهیه که لرزشناسان و مهندسین زمین لرزه دادن. چند بار همونطور خدمتون گفتم چیز شده، بروز شده، ولی اجرا نمیشه. یا باکم سپاسگزار، خیلی ممنون دکتر بربریان.